امروز چهارشنبه دهم آبان ماه برابر با یک نوامبر 2023 و این یک برنامه دیگه از سری برنامه های این باکس با حامد محمدی هستیم همکار مهمان ما از کیهان لندن حامد جان درود میگم بهت و سپاس از اینکه یک بار دیگه وقت دادی و مهمان ما در این برنامه بودی میخوام آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به حوادث و رویدادهای جاری که مرتبط با ایران هستند چه در منطقه و چه در خارج از منطقه فراتر از اون در اروپا و آمریکا رو با هم بررسی بکنیم میکروفون در اختیارت تا ما رو با آخرین اخبارها و رویدادها به روز بکنیم شروین گرامی درود درود به شنوندگان و بینندگان یونیکا ما بعد از سه چهار روز تاخیر فکر میکنم دوباره ما از امروز شروع کردیم مسائل مهمی که در این چند روز مطرح شده بود هلوهوش اسرائیل و جنگ غزه بود این پیشبینی ها این بودش که تهدیدات جمهوری اسلامی و خیلی از مسائل دیگه دست به دست هم میده و جلوی ورود ارتش اسرائیل رو به غزه میگیره خب میدونیم سه چهار مرحله اعلام کردن که عملیات آغاز میشه ولی به تاخیر افتاد این تقویت میکرد دیدگاه اونهایی رو که میگفتن اسرائیل وارد غزه نمیشه اما در نهایت از دو سه روز پیش ستون کشی آغاز شد و تا حدود زیادی هم پیش روی کردند این نگرانی ایجاد میشه که هیچ بعید نیست این پیش بینی که میگن جنگ در منطقه راه نمیفته به هر دلیلی با محاسبات اشتباه غلط از آب در بیاد زمینی که یک استعدادی هم در این کشورهای غربی دست کم الان میبینیم اینها ترجیح میدن که خیلی از گزینه های رو بردارن برن سراغ گزینه های یعنی لقمه رو از پشت سر داخل دهنشون میگذارن شاهزاده رضا پهلوی یک مصاحبه با فکس نیوز کرد دو سه آدرس اونجا داد مهمترین اون به نظرم اینجا بود که گفت تا وقتی جمهوری اسلامی هست راهکار دو کشور یعنی تشکیل کشور مستقل فلسطین و همینطور اسرائیل ممکن نیست گفت هر کاری هم که بکن جمهوری اسلامی خرابکاری میکنه مهمترین صحبت و مهمترین در واقع سیگنال این پیام به هفته گذشته برمیگرده در سازمان ملل یک رای گیری شد میدونید دو سه قطنامه رو آمریکا آورد بعد قبلش روسیه آورده بود اینها به تو شدند و رفتند یک قطنامه کشورهای عربی آوردند که نوشته بود توافق بشه صلح بشه توا... در واقع آتش بده کمک ها به سمت غزه روانه بشه یکی از بندهای اینجا بود که خب راه حل همیشگی مسئله فلسطین باید بزن راهکار تشکیل دو کشور مستقل رای رو انجام دادند 120 کشور رأی موافق دادن از اونهایی که رأی موافق داده بودند، خب شامل فرانسه هم بود چرا فرانسه رو تاکید میکنم در ادامه میگم اونهایی که رأی ممکن... با 120 رأی موافق تصویب شد اونهایی که رأی ممتنع داده بودند، آمریکا و اسرائیل هم بین اونها بود و جالب اینجاست اونهایی که رأی مثبت داده بودند، جمهوری اسلامی هم بین اینها بود خب اونهایی هم که رأی مخالف داده بودن پیداست آمریکا و اسرائیل بودن آلمان و انگلیس هم رأیشون ممتنع بود در واقع بین اتحادیه اروپا و آمریکا در واقع اعضای ناتو یا در واقع جبهه غربی شورای امنیت هم اختلاف بود سوال اینجا شد جمهوری اسلامی آیا به قطنامه رأی داده که اسرائیل رو به عنوان کشور به رسمیت میشناسه این قوقا کرد در ایران به حال میدونیم نماینده جمهوری اسلامی اونجا رو بلند کرده به عنوان موافق تشکیل کشور اسرائیل رای داده چهل و چهار سال جمهوری اسلامی صحبت از محو جمهوری اسلام محب اسرائیل کرده چی شد که به یک باره به حال چراغ سبز خامنه ای جمهوری اسلامی چنین رای رو داد الان تمام رسانه های جمهوری اسلامی مشغول ماست مالی این قضايا سه چهار مورد دیگه از اون بلوف ها و هارتوپورتها و, ها و های که جمهوری اسلامی میکرد اینها تو خالی و توهی از کار در اومد گفتن اگر وارد غزه بشه اسرائیل 150 هزار یکی میگفت 300 هزار موشک حزب الله روانه میشه بله حزب الله موشک زد ولی 300 هزار تا و ۵ هزار تا نبود 10 تا بود جبه های دیگری هم علیه اسرائیل در خبری از از لشکر اله بیت المقدس نشد چربی این اولین عقب نشینی خامنه ای دومیش اینجا بود که خب قبل از جنگ یا حتی در سخنرانی بعدش خیلی از مقامات جمهوری اسلامی اومدن و گفتن آقا ما پشت حماس بودیم ما زدیم ما کمک کردیم و اینها به تدریج یکی دو هفته که گذشت علی خامنه رسما اعلام کرد کی بود کی بود من نبودم عقب نشینی کرد سایر مقام های جمهوری اسلامی هم عقب نشینی کردن کار به جایی رسید که یکی دو نفر از مقامات حماس رفتن به رسانه های منطقه‌ای و بین المللی مصاحبه کردن گفتن آقا اصلا جمهوری اسلامی به ما خیانت کرده دست ما رو تو حنا گذاشته به ما وعده داد که میایم جلو و میزنیم و دنده اسرائیل رو خورد میکنیم ولی نه خبری از کمک ها شد نه ادامه جمهوری اسلامی داره چه کار میکنه هارت آقای خامنه ای امروز مصاحبه کرد در واقع سخنرانی کرده به مناسبت سالگرد 13 آبان اشغال سفارت آمریکا در سال 58 دو مسئله رو اشاره کرده گفته اولا ما در اعتراضاتی که در لندن و شهرهای انگلیسی علیه اسرائیل برقرار میشه دخالتی نداریم جواب پلیس بریتانیا رو داد که دو روز پیش گزارش داده بود عوامل جمهوری اسلامی اینجا قوقا کردن تحریک میکنن اطلاعات دروغ پخش میکنن تظاهرات رو با آشوب میکشن دومین مسئله که اشاره کرد گفت کشورهای عربی امت اسلامی کشورهای اسلامی بیایید برای اینکه اسرائیل رو زمین بزنیم نفت رو قطع کنیم صادرات و نفت و اینها رو و تجارت با اسرائیل متوقف کنیم علی خامنه در حالی از کشورهای اسلامی میخواد که علیه اسرائیل متحد بشن که واقعا هیچ متحدی نداره هیچ کدوم از اینها حاضر نیستن ارتباطاتشون رو با اسرائیل قطع کنن اصلا هیچ کدومشون حاضر نیستن صادرات و واردات گاز و نفت به اسرائیل یا از اسرائیل رو قطع کنن انقدر پیوندهای مالی با هم خوردن انقدر سود اقتصادی میبرن که قضیه فلسطین دیگه برای اونها مثل گذشته اولویت نیست هرچی که از ظاهر قضیه است در بین تمام کشورهای منطقه دو تا کشور هستن شاخ میزنن به این قضایا در واقع به صلح یکی اردوغان بود که ابتدای قضیه این بار متفاوت اومد خوب اومد بعد یک باره به قول اسرائیل رئیس در واقع سفیر اسرائیل در سازمان ملل گفت مار ماره خطابش به اردوغان بود و یکی هم علی خامنه ای است که سرنوشت مردم های خودشون رو سرنوشت منافع رو گره زده به مسئله فلسطین بقیه کشورهای عربی هیچ کدام حاضر نشدن ریسک بکنن حتی موازه غیر اصولی بگیرن که مبادا به رابطهشون با اسرائیل لطمه بخوره حالا در این میان هیچ کدوم از اینا حاضر نشدن با جمهوری اسلامی پیوند بخورن هیچی بعضی از کشورها هم رفتن به آمریکا گفتن آقا ما از جمهوری اسلامی میترسیم از این شبه نظامیان میترسیم یکیش پادشاه اردن پیام داده به آمریکا که بیاید اینجا برای ما سیستم دفاع ضد موشکی و نیرو مستقر بکنید چون این اراذل اوباش جمهوری اسلامی یحتمل میان به سمت اسرائیل بعید نیست برای ما تهدید باشن هشدار دادن که آقا برنامه جمهوری اسلامی اینجاست که این پناهنده ها رو بفرسته بیا سمت اردن اردن هم جای جا نداره اصلا برای اینها یعنی علی خامنه ای منزوی شده نه فقط دولت ها در منطقه که هیچ حتی اردوغان هم که هم نظره با علی خامنه حاضر نیستش بگه اوکی من هم یه کارایی رو میکنم حتی گروه های شبه نظامی هم شروین حاضر نیستند برای جمهوری اسلامی سنگ تمام بزنن ببینید خبری از مقامات جهاد نیست حزب الله اون همه حسن نصرالله ازش تبلیغات کردن ویدیوی منتشر شد مثل گنگستر های آمریکایی ویدیوی با یک آهنگ حماسی گذاشتن انگشتش رو مهر زد باز هم خبری نشد در چنین فضایی بورس تهران زمین خورد قیمت دلار زیاد شد بازار لوازم الکترونیک قیمتها رو برد بالا کلی از معاملات زمین مونده به خاطر شرکت های بورسی معامله فولاد، معامله نفت، گاز به شرکت های خصوصی آسیب دید خب سوال اینجا بود آیا جمهوری اسلامی که هنوز جنگ به داخل ایران نکشیده ابعادش در جغرافیای اسرائیل مونده انقدر صدمه اقتصادی دید قرار بورس رو تحلیل تعطیل کنن صحبتش اینجا بود آیا کشش داره در یک جنگ نظامی پس این هارت ها چیست با این وجود میبینیم که شاخوشانه میکشند اما بعضی از تحلیل ها چی میگه؟ میگه جمهوری اسلامی تمام این کارها رو کرده که آن چیزی که در داخل بزرگ نمایی بکنه بگه مردم ما قدرتمون زیاده و میتونیم بزنیم در بیرون منطقه اسرائیل رو با کمک شپ نظامیان داخل هم همینطور در واقع اصل قضیه رو به انحراف کشوندن افکار عمومی از مبارزات علیه جمهوری اسلامی میدونن اتفاقا به نوعی شاهزاد رضا پهلوی هم در صحبتاش گفت گفت مسئله اصلی ما همچنان در ایرانه تا حکومت باشه نه خبری از تشکیل دو کشوره نه خبری از صلح نه خبری از ثبات و جمهوری اسلامی هم عادت داره به سرکوب هر جا که کارش گیر بیفته شروع میکنه به فعالیت های تروریستی بمب شبه نظامیان راکت موشک پهپاد از آب گلالود ماهی میگیره اینها رو داشته باشیم تا مرحله بعد که یه سری توضیحات دیگه راجع به نشستی که بلینکن داشته در سنای آمریکا بدیم شده. آمان اشاره کردی به فرانسه و گفتی بعدا توضیح میدم که چرا فرانسه مهمه میخوام به طور خاص به این موضوع اشاره بکنی که دلیلت از گفتن چنین جمله چی بود در بین کشورهای اروپایی خب ما میدونیم یک بلوک غرب داریم که شامل سه قدرت اصلی اروپا یعنی فرانسه آلمان و بریتانیا است خب اینها میدونیم در شورای امنیت متحد آمریکا هستند اون طرف قضیه چین و روسیه قرار دارن یک قطنامه در سازمان ملل وقتی میره غالبا چین و روسیه اون رو وتو میکنن اون سه چهار تا کشور دیگه که اردوگاه غربن تایید یا برعکس این ساختار مدت های طولانی بوده البته استثناءاتی هم داشته در مورد خود ایران هم استثنا بوده اما این باری اتفاقی افتاده وقتی قطنامه تشکیل دو کشور رو میبرن در شورای امنیت در در سازمان ملل که تصویب بشه بین اردوگاه غرب هم یک اختلافی میفته یعنی انگلستان رأی مثبت میده به این ماجرا فرانسه رأی مثبت میده به این ماجرا سایرین رأی ممتنع میدن بین علاوه بر اسرائیل آمریکا و اتریش به این قطنامه رأی منفی دادن بریتانیا و آلمان رأی ممتنع دادند و فرانسه رأی مثبت داده در واقع اون بلوک غرب که اشاره کردیم سه تا رأی داشته خیلی عجیب بوده آمریکا رأی منفی میده بریتانیا و آلمان ممتنع میدن و فرانسه رأی مثبت میده جالب اینجاست که خب گفتم ابتدای بحث جمهوری اسلامی هم رأی مثبت داده به این قضیه فرانسه دوچار یک سری اختلافات در بعضی از زمینه ها با انگلیس و آلمانه اگر خاطرتون باشه زمانی که مطرح شد که سپاه رو از در بذارن تو فهرست سازمان های تروریستی ماکرون چراغ سبز نشون داد آلمان هم تا حدودی چراغ سبز نشون داد اما انگلیس به شدت مخالفت کرد همچنان هم مخالف هر با هم که با وزیر خارجه بریتانیا یا نخست وزیرش صحبت میکنی میگه ما سپاه را در فهرست سازمان های تروریستی قرار دادیم و همون کافی کارایی داره در صورتی که وزیر کشور بریتانیا مدام فشار میاره به دولت میگه سپاه باید در فهرست سازمان های تروریستی قرار بگیره روزنامه تایم یک گزارش رو شروین منتشر کرده بود در رابطه با همین مسائلی که داره در منطقه میگذره صحبت از این کرده بود که عوامل جمهوری اسلامی دارن تظاهرات در لندن رو میکشن به آشوب آقای خامنه ای که تاکید کرد اما یه مسئله بود در همون گزارش نوشته بود پنج کشور که به اسم فایو آیز پنج چشم مشهورن شامل نیوزلند استرالیا کانادا و بریتانیا اینها در بین اینها کانادا رابطهش رو با جمهوری اسلامی قطع کرده اونجا خود روزنامه تایم پرسیده چرا سپاه در فهرست سازمان های تروریستی قرار نمیدن خودش تحلیلش این بوده به نقل از یک منبع انگلیسی یک منبع دولتی که بریتانیا ترجیح میده ارتباط خودش رو با جمهوری اسلامی حفظ بکنه اگر سپاه رو در فهرست سازمان های تروریستی قرار بده رابطش با جمهوری اسلامی قطع میشه سفیر انگلیس در تهران ممکنه اخراج بشه اون وقت دیگه نمیتونیم اطلاعات جمع کنیم این قضیه درست بوده یا بهانه تراشی برای اینکه سپاه رو در فهرست سازمان های تروریستی قرار بدن نمیتونیم بهش قضاوت بکنیم ولی به هر ترتیب برای انگلیس مهمه که داخل ایران سفیر داشته باشه بیایید برگردیم به عقب شاهزاده رضا پهلوی بارها به این کشورها گفته اگر میخواید از مردم ایران حمایت کنید اولین اقدامش اینه که سپراتون رو فرا بخونید سپرای جمهوری اسلامی رو بریزید بیرون انگلیس اولین مخالف به این ماجرا است یعنی هم سپاه پاسداران رو در فهرست سازمان های تروریستی قرار نمیده که شاهزاده رضا پهلوی میگه باید قرار بدید در همین مصاحبه اخیرش با فاکس نیوز هم گفته دو سفراتون رو باید از ایران بیرون بکشید که دوباره انگلیس مخالفه یعنی هر کسی که با جمهوری اسلامی مخالفت بکنه میدونه اولین کارش برای اقدام غیر نظامی برای براندازی اینجاست که سفرهای خودتون رو بیرون بکشید اینها بعضیشون قبول کردن مثل فرانسه که گفتن میکنم این کارو اما انگلیس سراحتا اعلام کرده این کارو نمیکنی اینجا این اختلاف مشخص شد گفتم ترجیح میدیم از طریق نیوزلند و استرالیا فعلا ارتباطات دیپلماتیک خودمون رو پشت صحنه حفظ بکنیم سفیرمون هم اونجا باشه دوباره بیایید یه مرحله برگردیم عقب شروین امروز علی خامنه ای جواب پلیس انگلیس رو داده گفته نه ما دخالت نمی‌کنیم به کنایه هم گفته لابود بسیج لندن و بیرمنگام و اینها بودن که این تظاهرات رو راه انداختن صبح تا شب به علی خامنه ای اعتراض میشه صبح تا شب او رو متهم میکنن صبح تا شب او رو محکوم میکنن با سند یا بی سند او اصلا به هیچ نمیگیره حالا جواب پلیس بریتانیا رو میده اعلام میکنه رسما به عنوان رهبر جمهوری اسلامی که ما دخالتی نداشتیم ما کاری نداریم داشته یا نداشته ولی موزه دولت بریتانیا موزه ملکه برای آقای خامنه اینقدر مهمه که خودش میاد وارد قضیه میشه میگه ما نه دخالتی نداشتیم ببینید خودتون پشت پرده چه ارتباطات اینجا برقراره کار دولت انگلیس چیست؟ کار شبکه بی بی سی چیز شبکه بی بی سی ابتدای انقلاب چه کار کرده رابطه پادشاهی بریتانیا با دولت ایران پیش از انقلاب و بعد از انقلاب چه جوری بوده شبکه ها چه کار میکنن دیگه میدونید دیگه تحلیلش اصلا سخت نیست اینجا گره باز میشه مسئله کجاست دیدم که خیلی از اینهایی که به حال اکانت های حقوقی و حقیقی که در زمینه ایران فعالن اعتباری دارن آلودگی نداشتن چپ و راست نزدن قاسم چکشون مثبت نبوده و اینها شروع کردن یک موج تازه رو انداختن که قضیه ایران رو دوباره بیارن به مسئله روز تبدیلش بکنن میدونیم سایه افکنده روش همونطور هم قرار شد اشاره بکنیم به اینکه بلینکن چه کار داره میکنه آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا به همراه استین وزیر دفاع آمریکا اگر اسمشو اشتباه دارم میگم شبی منو تصیح بکن نو... سه شنبه نهم آبان میرن در کنگره آمریکا در جلسه استماع کمیته تخصیص بودجه سنا میرن دفاع بکنن که چرا دولت بایدن 106 میلیارد دلار بودجه اضافه میخواد برای امنیت ملی ادعاشون اینجا بود که ما میخوایم از این بودجه استفاده بکنیم برای کم... کمک به اوکراین و اسرائیل بلینکن اونجا یک دفاعیاتی داشت وزیر دفاع هم یک سری دفاعیات داشت حالا وقتی صحبت های بلینکن رو گوش میدی پر از تناقض چطور وقتی که گفتن آقا حماس اسرائیل رو زده دمار از روزگار شهروندای غیر نظامی در مورد جنایت کرده سربرید انداخته تو فر و و و به خاک و خون کشیده گفت چی شاهد و مدرک از اینکه جمهوری اسلامی دخالت داشته نداریم حالا رفته در کنگره سنا پیش نماینده ها سناتورها داره دفاع میکنه برای اینکه 106 میلیارد دلار شیتیل بگیره تمام حرفایی رو که این سه چهار روز گذشته در این ده روز گذشته انکار میکرد میگفت ما مدرک نداریم از جمهوری اسلامی و نمیدونیم دخالت کرده برعکسش زده گفته باید بیاید این 106 میلیارد دلار رو به ما بدید وگرنه جمهوری اسلامی میره اسرائیل رو محو میکنه وگرنه جمهوری اسلامی میاد تماس رو تقویت میکنه به روسیه تامین سلاح داده روسیه هم به جمهوری اسلامی تجهیزاتی رو داده که میتونه علیه اسرائیل به کار ببره و اینها آمد جان نکته جالب دیگه در خصوص صحبت های بلینکن این بود که وقتی جمهوری خواهان تلاش کردند که بودجه مربوط به اسرائیل رو جدا بکنن از کل این پکیج بلینکن با این بهانه که نه ببینید متوجه باشید که فقط بحث تایوان یا اوکراین یا اسرائیل نیست و نمیشه اسرائیل رو جدا کرد چون اونجا ما با یک دشمن دیگهی به نام چین در خصوص تایوان طرف هستیم اینجا در مورد مسئله اوکراین ما رد پای مستقیم جمهوری اسلامی رو میبینیم و در خصوص اسرائیل هم جمهوری اسلامی رو میبینیم میخوام فقط باز کنم که داری اشاره میکنی یعنی بلینکن برای اینکه بتونه کل این پکیج رو بگیره همه این مسائل رو ارتباط داد به باز دوباره جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی یه شد برای اینکه بتونه این پکیج رو جدا نکنه و بوجه جدا جدا نشن و بتونه کل این پکیج رو به تصویب برسونه و بگیره یکی دیگه از اتفاقاتی که دیروز افتاد بحث سفیر اسرائیل توی سفیر آمریکا در اسرائیل بود که جمهوری خان به شدت با این فردی که معرفی شده از سوی دولت وایده مخالفت کردن به خاطر اینکه ده به و این مخالفتشون هم به خاطر این بود که اعلام کردن جز طراحان برجام بوده و کسی بودی که رابطه بسیار خوبی با جمهوری اسلامی داره و الان هم یکی از حامیان جمهوری اسلامی ولی به هر روی سنای آمریکا میدونید چون اون توازن وجود داره و در نهایت دموکرات ها هستن که یعنی معاون وزیر معاون رئی رئی رئیس جمهور آمریکاست که میتونه به عنوان رأی آخر وارد بشه البته یکی دو تا از جمهوری خواهم بودن که گویا موافقت کردن میپذیرن شخصی که اعلام شده رو یعنی کسی که به نوعی رابطهش با جمهوری اسلامی ثابت شده است رو الان میذارن به عنوان سفیر آمریکا در اسرائیل و اینا نشونه های خوبی نیست دیگه در هر صورت اونجایی که احتیاج به بودجه یا خروندن این داستان دارن که ما داریم یک کاری میکنیم از این استفاده میکنن از این کارت استفاده میکنن ولی اونجایی که لازم ضربه های لازمه رو وارد بکنن میگن حالا به وقتش این کار رو میکنیم یه تحلیلی دیروز یکی از دوستان میداد میگفتش که بایدن در هر صورت دوست داره این جنگ جنگی فرسایشی بشه و دست کم تا نزدیکای انتخابات توی آمریکا برای دور بعدی طول بکشه که بایدن بتونه اون زمان اگر قرار کاری بکنه و میزان محبوبیت از دست رفتش که روز به روز داره بیشتر میشه رو به دست بیاره نمیدونم این تحلیل چقدر درسته در هر صورت جنگ فرسایشی در چه در منطقه چه فراتر از منطقه به ضرر کشورهای منطقه نیست و اسرائیل هم درست توانمند از لحاظ نظامی از لحاظ اقتصادی ولی کشور اونقدر بزرگی نیست که بتونه خودش رو درگیر یک جنگ فرسایشی بکنه که دست کم تا یک سال یک سال نیم دیگه ادامه داشته باشه تا زمان انتخابات آمریکا ولی به هر روی مسائل سیاسی وقتی به مسائل سیاسی نگاه میکنیم انقدر پیچیده هستند که بینی اونها برای ما خیلی سخته همه جان من میخوام به موضوع حوسی ها هم اشاره کنم به طور ویژه این موشک هایی که در حال حاضر شلیک میکنن به سمت اسرائیل تا چه حد میتونه کار خود حوسی ها باشه میدونیم که در جنگی که با عربستان داشتن دست کم حوسی ها نیاز به موشک های دوربرد نداشتن ولی الان موشک های بالستیک و دوربرد به ادعای خودشون شلیک میکنن و اسرائیل هم تکذیب نکرده میبینیم که در چند روز گذشته ارتش آمریکا یا ارتش دفاعی اسرائیل اعلام کرده که موشکهایی رو ردیابی کرده یا حتی پهپادهایی رو ردیابی کرده که از سمت یمن و خوسی ها به سمت اسرائیل ارسال شدن شرمین اگر بخوایم واقعیت رو بگیم گروه های شبه نظامی با امکاناتی که همین الان دارن درسته دونه خب برای تحریم دسترسی به سنسورهای پیچیده ندارن دسترسی به باتری به لانچرهای حرفه‌ای و تخصصی ندارن ولی برای اونها ساختن موشک با کمک که جمهوری اسلامی با همین ادوات پیش با افتاده اولیه میفرسته دیگه کار چندان سختی نیست سه سال پیش کنگره آمریکا گزارشی رو داد به نقل از نهادهای امنیتی که گفتش که خطرناکترین اتفاق اینجاست که این گروه های تروریستی دیگه دسترسی پیدا بکنن به موشک هایی که به فضا برسه وقتی که میگن موشک به فضا خب منظور این نیستش که این موشک ها میتونن برن به کره ما میدونیم خب که ریاضی و فیزیک و اینها خوندن با هوا فضا تا حدودی آشنا هم باشن میدونن وقتی یک موشکی رو میخوان تست بکنن تستش اینجوری نیستش که اصلا از زاهدان شلیک بکنن ببینن آیا در گرگان میاد این رو عمودی پرتاب میکنن مسافتی رو که بالا میره با فرمول های خودشون بعد تخمین میزنن که تا چه اندازه بردش اینجاست خودم یادم خود شما هم راجع به این قضیه باستایم. من خیلی توضیح داده بودی شروید اینها تونستن به در واقع امکاناتی برستن که موشکاشون رو به برد متوسط و حتی بلندتر برسونن به حال میدونید حوثی ها موشک رو شلیک میکنند و در واقع تقریبا سواحل دریای سرخ میخوره به ایلات بندر ایلات در جنوب اسرائیل مسئله اینجاست که خب روی موشک استاندارد بالستیک سنسور وصله میتونه از طریق جی پی اس اون رو هدایت بکنند تا حدود زیادی به جایی که باید بخوره اینها که دسترسی به جی پی ایس و حتی سیستم گلوناس روسی هم ندارن که یعنی واقع موشک رو درست میکنن الهی به امید تو با سلام و صلوات شلیک میکنن حالا ممکنه هر جایی بخوره اتفاقا رهگیری موشک های کوچیک برای پدافند ها خیلی سخته به خصوص اگه سرعتشون زیاد بشه در ارتفاع پایین ولی چنین موشک های رهگیریش اصلا سخت نیست منتها ماجرا اینجاست که اینها در حین این پرتاب موشک ها دارن سیستم های خودشون رو چک میکنن یعنی اگر امروز حسی ها یک موشکی رو پرتاب کردن که میتونه برسه به بندر ایلات اسرائیل حاصل سه, ما سه سال قبلشون بوده که موشک هاشون رو تست کردن که به برده بلند برسه در واقع اینها دسترسی به فناوری رو پیدا کردن و این فناوری رو میتونن تکمیلش بکنن و برسن به موشک هایی که خطرناکتر باشه یعنی در واقع جمهوری اسلامی شرارت و خرابکاری رو توسعه داده و حالا داره به بلوغ میرسونه نزد همه اینها بازم مجبورم بگم شاهزاده رضا پهلوی در صحبت خودش همین رو گفت ای کاش او مثلا یک تحلیلگر بود که موازی رو میتونست بگیره که با خیال راحتتر تحلیل بکنه به خاطر اینکه تحلیل هایی که میده به عنوان یک کارشناس سیاسی به عنوان یک نخبه فوق العاده دقیق شروین منتها خب میدونیم کارشناس میتونه جهتگیری هم داشته باشه او شخصیت فراملی داره که خیلی از حرفها رو نمیتونه بزنه خیلی از تحلیل ها رو نمیتونه واضح بگه ولی با این وجود کلید ها و عباراتی به کار میبره که هم به این قدرت های دنیا که شروع میکنن با جمهوری اسلامی مماشات کردن و هم به مردم داخل داره پیام رو میده لحن او مدت زیادی است که تغییر کرده و متفاوت شده با اون چیزی که مثلا سه چهار سال پیش میگفت به این خاطر که احساس میکنه شاید این نظر من شاید اشتباه باشه که کارهایی که تا الان کردیم همه ما همه ما روزنامه نگارهایی که مثل ما حالا نه سرشناسیم نه ادعایی داریم تا اون کسانی که دستشون به تریبونهای بزرگ میرسه فعالین سیاسی نقاط ضعف رو داره بیشتر و علنیتر رو بدون رو در تر میگه و اتفاقا ممکنه این خیلی هم خوب باشه از اون طرف هم به نظر من همچنان هم نمیشه روی انگلیس یا کشورهای اروپایی حساب باز کرد برای اینکه از مردم ایران حمایت بکنن تا الان که این تصمیم رو ندارن باز هم سر حرف یکی دو هفته پیش هم برمیگردم وضعیت همچنان طوریست که اگر خود علی خامنی بیاد بگه آقا این مدرک کمک ما به هماس حالا چه کار میکنید؟ اینها میگن آقای علی خامنه‌ای برو حالت خوب نیست تو کمک نکردی سپاس محمد من فقط اشاره کردی به موزگیری های جدید شاهزاده رضا پهلوی اولا باید این توضیح رو بدم که واقعا چیزهایی که شاهزاده مواردی که شاهزاده رضا پهلوی به خصوص در این چند مصاحبه اخیر ابراز داشتن و بیان کردن مواردی نیست که تازه گفته باشن ایشون ما حتی در گفتگوی بانو یاسمین پهلوی در نخستین کنگره حزب ایران نوین که تو اون بخش پنل انگلیسیش بانو یاسمین اونجا هم اشاره میکنه که بیایید وسط بازی رو بذارید کنار اصلا زمان وسط بازی نیست الان و باید مشخص بکنید که کدوم سمت این خط کشی روشن اون چیزی که شاهزاده در پیمان نوین گفتن مشخص بکنید که کدوم سمت این خط کشی روشن ایستادید طرف نور یا طرف تاریکی ببینید اونجا چقدر اون میخوام اشاره بکنم به پیمان نوین که چقدر واضح راجع به نور و تاریکی صحبت میشه و امروز ما میبینیم که دیگه نتانیاهو اینقدر این جمله رو تکرار کرده من گاهن احساس میکنم که داره دقیقا کپی میکنه از روی دست شاهزاده رضا پهلوی حتی اشاره کردی به مصاحبه دیشب شاهزاده رضا پهلوی با فاکس نیوز یک مصاحبه دیگه هم با تی وی پی لهستان داشتن ایشون که اون رو هم به زودی ما با زیرنویس منتشر خواهیم کرد در این مصاحبه طولانی که تقریبا سی دقیقه است این مصاحبه هم شاهزاده بار دیگه تاکید میکنه به اینکه باید موضع خودتون رو مشخص بکنید که کدوم سمت این خطکشی وایستادید تعارف ها رو باید گذاشت کنار و شاهزاده دقیقا اشاره میکنه یادم اون موقع ترجمه به این جمله برخورد کردم از شاهزاده که میگه که کاری که حماس کرد وحشت آفرینی و تروری که حماس کرد به هیچ باش قابل لاپوشونی نیست ولی این ما هستیم که باید ببینیم چی کار میخوایم بکنیم اشاره کردی به اینکه شاهزاده پیشنهاد میده برای همون طرح دو کشوری یعنی اسرائیل و فلسطین ولی خیلی واضح و روشن اونجا بیان میکنه که این زمانی اتفاق میفته که شما عواملی که در جهت تخریب این تر وجود داره رو از بین ببرید یکی از عوامل حماسه یکی از عوامل حزب است ولی شاهزاده میگه اینها فقط شاخک های اون کسی هستند کامل هستی شاخک های اختاپوس هستند پاهای او هستن تا زمانی که عامل اصلی از بین نره همین وضعیت ادامه خواهد داشت در منطقه و هیچ به هیچ راه حلی دست پیدا نخواهیم کرد این چیزی که خیلی روشن و واضح شاهزاده بیان میکنه و یک جمله کلیدی دیگه شاهزاده که بارها و بارها دست کم تا یک سال گذشته شاهزاده اون اشاره کرده بحث اینه که به دولت‌های غربی و دولت‌های دموکراتیک تو هر جای جهان این رو میگه که فراموش نکنید که شما بزرگترین ارتشی که در حال حاضر در حال انجام عملیات علیه اختاپوسه یعنی سر اختاپوسه چشم اختاپوسه و داره بر علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکنه مردم ایران هستند شما این ارتش رو حمایت نمیکنید میرید سراغ کارهای دیگه و تا زمانی که به این،, به این, درک و بینش نرسید که باید از ارتشی که در حال حاضر داره عملیات اجرا میکنه علیه جمهوری اسلامی ازش حمایت نکنید دنیا و ازش همین خواهد و سپاس از تو حامد جان که یک بار دیگه با ما بودی میدونم امروز برنامه زمان شکم طولانی شد ولی بعد از یه قیبت چند روزه بسیار مفید بود بابت توضیحاتی که دادی ازت سپاس گذارم و یک بار دیگه از دنبال کنندگان و همراهان یونیکا دعوت میکنم که با لایک ها و کامنت هاشون از ما حمایت بکنن حامد جان اگه صحبت پایانی داری توی سی سنیه. ممنونم از شروین جان شما و همکارای دیگهمون و همینطور اونها یه ما رو حمایت میکنن دم شما کرد. بدرود به تو و بدرود به همه دنبال کنندگان یونیکا